بیشتر از 5 میلیون سال پیش در زمان میوسن حیوانی به اسم کاپرید روی زمین زندگی میکرده. اونها روی زمین پخش میشن و به اشکال مختلف فرگشت میکنن. به خانواده‌ای که کاپریدها روی زمین ایجاد میکنن میگن خانواده بوویده که به فارسی ترجمه شده گاوان. در خانواده گاوان حیوانات زیادی وجود داره که اصلیاشون گاو و گوسفند و بزه، ولی هر کدوم از اینها خودشون یک زیر مجموعه دارن. در حال حاضر ده ها نوع گاو تو دنیا هست، ده ها نوع گوسفند تو دنیا هست، ده ها نوع بز تو دنیا هست که اسمای مختلفی هم روشون گذاشتن، ولی همه اینها از خانواده گاویان هستن و از کاپرید فرگشت کردن. ما امروز میخواییم به یک دونه از اینها بپردازیم، بزی، ببخشید بز. بزها در هر منطقه یک نوع فرگشت کردن. اونها برعکس گاو و گوسفند همیشه دوست داشتن رو ارتفاعات زندگی کنن و بیشتر روی کوهستانها و کنار کوهستانها بودن. این بزهایی که در کوهستانها زندگی میکردن تاریخشون از 10,000 سال پیش به این ور متحول میشه، موقعی که انسان موفق میشه اولین حیوان وحشی رو اهلی کنه. اهلی کردن بز کوهی در رشته کوه زاگروس در ایران. انسان وقتی موفق شد این موجود رو از کوه به زمین بیاره و اهلیش بکنه، به استفاده خیلی خوبی رسید، چون هم میتونست از شیر این حیوان استفاده کنه و هم از گوشتش. بعد از یه مدت این حیوان چنان خودشو محبوب انسان‌ها میکنه که در تمام دنیای متمدن اون روزها استفاده میکردن. حتی استفاده های عجیب غریب، مثلا فراعنه مصر عاشق بز بودن. وقتی هم میمردن چند تا بزم باشون دفن میکردن که اینها اون دنیا گشنه نمونن. یک داستان جالب دیگه وجود داره که بد نیست بدونید. آبراهام لینکلن 16 رئیس جمهور آمریکا در مدت 4 سالی که تو کاخ سفید مستقر بود، 2 تا بزم تو کاخ سفید به عنوان حیوان خونگی نگهداری میکرد. معمولاً رئیس جمهورهای آمریکا در طول تاریخ سگ با خودشون میآوردن تو کاخ سفید، اما آبراهام لینکلن گفت من بز دوست دارم و با بز اومد. بعضی فرهنگ خرافاتی مسیحی وجود داره که بز و شیطان میدونه، اونم به خاطر این شاخهاش. هر جا هم میخوان شیطان رو نشون بدن 2 تا شاخ هم براش میکشن. داستان خرافات شیطانی بودن بز از زمان یونان باستان شروع شده. الان یک علامت مدرن شیطان هم درست کردم، این که منظورشون 2 تا شاخ بزه. این زبون بسته بزم نگاه میکنه به این حرفا و میگه این انسانها چجور موجودی هن؟ این همه از شیر و گوشت ما استفاده میکنن، آخرش هم میگن اینا شیطان هن. این فرهنگ شیطانی برای بز از یونان اومده و الان هم زیاد جدی نیست، اما در بقیه فرهنگ ها از هند بگیر تا ایران و مصر و اروپا بزو خیلی حیوان مفید و دوست داشتنی میدونن. در بین خانواده بوویده یا به فارسی گاوان، بزها باهوشتری نشونن، یعنی از گاو و گوسفند خیلی تیزترن و خیلی پرسر و صدا و شیطونتر هم هستن. بعضی از دانشمندان میگن بز خیلی باهوشتر از این حرف هاست و میشه هوششو با شامپانزه مقایسه کرد. در سال 1788 وقتی انگلیس ها استرالیا رو مالک شده بودن، دیدن این سرزمین یک سری حیوان کم داره. اونها حیوانات زیادی رو به استرالیا منتقل میکنن، ولی 2 تا از مهماشون گوسفند و بز بوده که این 2 تا حیوان در استرالیا رشد میکنن و جمعیتشون روز به روز زیادتر میشه. باید بدونید که استرالیا بزرگترین صادر کننده گوسفنده، همینطور پشمش، و جمعیت گوسفند و بز در این کشور به شدت بالا رفته. جمعیت گوسفندها مشکلی نداره، چون میکشن و گوشتشو صادر میکنن، یا گوسفندو اصلا به شکل زنده صادر میکنن. اما جمعیت زیاد بزها به محیط زیست استرالیا داره صدمه میزنه. بیشتر بزها تو طبیعت استرالیا ولن و خیلی راحت مراتع و داغون میکنن و جمعیتشون هم روز به روز میره بالاتر. و مشکل استرالیا اینجاست که درندهی در اونجا وجود نداره که جمعیت این بزها رو متعادل نگه داره، یه چیزی مثلا مثل گور. قدیما اکوسیستم رو تشخیص نمیدادن، همینطور یک سری حیوان رو آوردن تو استرالیا و خیلی هاشون موزل شده.
یکیش خرگوش. خرگوش اووردن تو استرالیا به قدری زیاد شده که طبیعت این کشور رو تهدید میکنه. حیوان وحشی هم نیست که این خرگوش ها رو شکار کنه. بعضی وقتا دولت استرالیا مستعصل میشه و نیرو میفرسته که برن بزهای وحشی رو بکشن. اونها هم با هلیکوپتر میرن و از بالا به اینها شلیک میکنن، چون میگن اگر نکشیمشون استرالیا رو بز برمیداره، چون فقط زاد و بلد میکنن و طبیعت اونجا رو میخورن. بعضی هم میگن یک سری گرگ و شغال هم بیارن تو استرالیا، ولی دانشمندان میگن اگر این کارا بکنیم دیگه کار استرالیا تمومه، چون گرگ ها یک عالم گوشت مفت میاد زیر دستشون، این بزها رو میکشن و میخورن و جمعیتشون روز به روز بیشتر میشه. حالا بزها باز به آدم ها حمله نمیکنن، اما گرگ ها دیگه تعارف ندارن. حالا بریم یه خورده خود بز رو بیشتر بشناسیم. یک چیز این حیوان که خیلی شاخصه چشمشه. مردمک چشمش به جای اینکه دایره باشه یک خط مستطیلیه. این چشم برای این به این شکله که نزدیک 360 درجه رو بتونه ببینه. چشمای بز دورش رو خیلی خوب میبینه، اما از دیدن بالا پایین عاجزه. دانشمندان میگن چون احتیاج نداشته، درنده‌ای که میخواد اینو بگیره از اطرافش حمله میکنه، برای همین چشماش به این شکل فرگشت کرده. تنها موقعی که خطر از بالا تهدیدش میکنه حمله عقاب‌ها و پرنده‌های وحشیه، که اونم فقط برای بچه‌هاشون خطرناکه. بز برعکس گوسفند و گاو دوست داره رو ارتفاعات زندگی کنه، برای همینم یک کوهنورد خیلی ماهره. دلیل اینکه این حیوان اینقدر کوهنورد ماهر شده اینه که بتونه از دست درنده ها فرار کنه و توی سرازیری ها و سربالایی های بره که هیچ کس جرئت نکنه بره. البته این در مورد بزهای استرالیا صدق نمی کنه، چون وحشی نیست که اونها رو بگیره و اونها احتمالاً بعد از سالهای سال این کارا یادشون میره. پاهای بز طوری فرگشت کرده که دو تا سم داره. این سوم ها جدا از هم کار میکنن و خودش رو میتونه تو جاهای ناجور نگه داره. از دیوار راستی که بتونه سوم هاشو گیر بده به راحتی بالا و پایین میره. بز قهرمان پرش هم هست. یک بز معمولی به راحتی حداقل 1.5 متر میپره بالا. بز یک کار عجیب دیگه ای که میکنه اینه که از درخت های میوه میتونه بره بالا و میوه بخوره، کاری که برای یک همچین حیوان چارپایی بعید به نظر میاد. با وجود اینکه بز و گوسفند از یک خانواده هستن، اما اگر این دوتا حیوان با هم جفتگیری کنن خیلی سخته که یک موجود هیبریدی بین گوسفند و بز به دنیا بیاد. البته شدنیه و موجودی مثل این بین گوسفند و بز به دنیا میاد که به فارسی اسم نداره، ولی به انگلیسی بهش میگن گیپ، که مخفف حرف گوت و شیپه. بز هیچ موقع بیهوده صدا در نمیاره. اگر جایی بعبع میکنه و صدا در میاره، یا داره غر میزنه چیزی میخواد، یا داره صدا میکنه، حالا یا انسان رو صدا میکنه یا یه بز دیگر رو. وقتی گرسنه‌اش باشه صدا در میاره. وقتی یه جا زندانی باشه و میخواد بیاد بیرون صدا در میاره. البته برای بازیگوشی هم صدا در میاره، چون خیلی حیوان بازیگوشیه. در هر صورت این حیوان در دنیا خیلی عزیزه، مخصوصا جدیدن در غرب، چون میدونید به انگلیسی بوز میشه گوت و میگن گوتو اگر بشکافی میشه greatest of all time، یعنی بهترین تمام دوران. مثلا اگر بخوان بگن مسی بهترین بازی کنه میگن مسی یک گوته. این فرهنگ جدید این بوز هاست. بالاخره تو دنیا محبوب شدن، به غیر از استرالیا که شهر شدن. استرالیا هم میگن اگر جمعیت بیشتری داشتن مجوز شکار به مردم میدادن تا برن اینها رو شکار کنن و جمعیتشون رو کمتر کنن، ولی به نسبت وسعت استرالیا جمعیت زیادی اونجا وجود نداره. استرالیا با این وسعت فقط 25 میلیون خورده جمعیت داره، اونم همه در سواحل استرالیا زندگی میکنن، یعنی دور تا دور. اون وسط پر از حیوانات مختلفه، حیواناتی که یک سریشون رو از جاهای دیگه آوردن.
لطفاً در مورد بز نظر بدید.